سلام به دوستای خوبم و یه سلام مخصوص به هنرمندای پیج زمین بافت. سلما بانو هستم و آموزش این گوشواره های خوشگل رو براتون آماده کردم. برای بافتن این گوشواره خوشگل احتیاج داریم به نخ مونزده سایز 1، 5 تا رشته نیم متری، یه آویز گوشواره و منجوق برنزی. یکی از این رشته نخ ها رو از وسط نصف میکنید و از داخل گوشواره رد میکنیم. خب، وقتی که برگردونید ببینید یه حلقه اینجا به وجود میاد. دوتا رشته نخ رو از داخل این حلقه در میاریم. خوب میکشیم تا کامل صفر بشه. حالا به کمک سوزن کارتون رو خوب فیکس کنید. رشته نخ بعدی رو میخواییم روی این نخ سر بندازیم. دوباره از وسط نخ 50 سانتی بعدیمون رو از وسط نصف میکنیم، وسطش رو پیدا میکنیم، از زیر این نخ رد میکنیم، از رو یه حلقه درست میشه و این دوتا رشته نخ رو از داخلش خارج میکنیم و میکشیم تا صفر بشه. همه این نخمون رو روش سر میندازیم. شما وقتی بافت این گوشواره رو یاد بگیرید به سلیقه خودتون میتونید تعداد نخ‌ها رو کم یا زیاد بکنید. از بالا اولین نخ از بالا از زیر نخ پایینیش رد میشه. این نخ به عنوان نخ ثابت نخ زیر روش گره میخوره. یک، دو، از زیر نخ بعدی رد میشه، همون نخی که نخ رجا قبل گره خورده، از زیر نخ بعدی رد میشه، دوباره روی این نخ گره میخوره. یک، دو، دوباره از زیر نخ بعدی دو، زیر نخ بعد همه ی نخ ها به همین صورت تا پایین از زیر همه ی نخ ها رد میشه و گره میخوره. این از رجه اوله. حالا از نخ اول یه منجوق رد میکنیم، یه خورده سر نخ رو خوریب بزنید که تیز بشه. بعد از داخل منجوق رد کنید. حالا دوباره همون کار رو تکرار میکنیم. همین نخی که منجوق رد کردیم از زیر نخ اول رد میشه، روش گره میخوره. از این رج بین رج قبلی و رج بعدیتون یه مقدار فاصله بذارید، به هم دیگه نچسبونید رجاتون رو. همون بافت رج قبل تکرار میشه، از زیر نخ رد میشه، این نخ به عنوان نخ ثابت، ببینید بافت میخواد به این سمت انجام بشه، پس نخ ثابتمون به همون سمت قرار میگیره، از رو رد میشه، نخی که میخواد بافت بخوره از زیر میاد و گره میخوره. از زیر نخ بعدی از
رج دوممون. دوباره از اولین نخ از بالا یه منجوق رد میکنیم. همین نخی که منجوق رد کردیم از زیر میاریم از زیر نخ پایینی و همون گره تکرار میشه. زیر نخ بعدی، یک، دو. و رج سومم هم بافت دیگه، همین بافت تا تموم شدنه. این نخ ها ببینید، نخ ها میاد به این سمت فرار میگیره. دوباره از اولی نخ یه منجوق رد میکنیم. از زیر نخ حالا بافت گوشواره میخواد بچرخه. تا الان شیب به این سمت بوده، یعنی منجوقا رو این سمت گذاشتیم، حالا منجوقا این سمت میخواد قرار بگیره. حالا اولین نخ از زیر نخ پایینی رد میشه، این نخ نخ ثابت و این نخ روش گره میخوره. یه حلقه از زیر از داخل حلقه خارج میکنی، یک، دو. از زیر نخ بعدی، از داخل حلقه رد میکنی، یک، دو. تا آخر بافت همینطور نخ رو از زیر اون نخ ثابتم رد میکنیم، ببینید، و بافت بزنیم. از رو میاد و گره میخوره. حالا از این نخ یه منجوق رد میکنیم، دوباره از زیر نخ پایینی رد میشه، این نخ نخ ثابتمونه و این نخی که از زیر اومده گره میخوره، یک و دو. دیگه این بافت تکرار میشه، هیچ فرق نمی کنه. دونه دونه از زیر نخ ها رد میکنیم و گره میزنیم. فقط نکته ای که باید رعایت بکنید این هستش که دوتا رج رو به هم دیگه نچسبونید، اجازه بدین یه مقدار بینش فاصله بمونه تا اون حالت بال رو به دست بیاره. اگه کامل بچسبونید به هم به خط صاف در میاد. خوبه. رچ ها رو به همون شکل ادامه میدیم تا آخرین نخمون رو هم بافت میزنیم. حالا میخوایم همه این نخ ها رو قیچی کنیم و با فندق کور کنیم. لازم نیست خیلی جا بذارید از پایین بافتتون، برای تمیزی کار بهتره که مقدار خیلی کمی نخ باقی بمونه. نخ ها رو قشنگ به سمت زیر برش بچرخونید که از روی کار سیاهی مشخص نباشه. امیدوارم که از بافتن این گوشواره خوشگل لذت ببرید و این آموزش براتون مفید باشه.